بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم نور قلوبنا به نور الایمان. سلام علیکم، وقت گرانقدر و عزیز شما همراهان بزرگوار به خیر باشه، جور و صحتمند باشین. بسیار خوشحال هستیم که تلویزیون جهانی هادی با برنامه هایی که تقدیم شما ایزان میکنه توانسته قسمتی از اوقات شبانه روز شما بزرگواران پر بکنه و به این خاطر ما خداوند منان شاکر هستیم. برنامه به وقت بیداری به صورت زنده و مستقیم مانند هر شب تقدیم نگاه مهربان شما میشه. چهارشنبه شبی دیگر هست و مهمان برنامه جناب استاد موسوی و موضوع برنامه حقوق خانواده از منظر امام سجاد علیه السلام. سلام علیکم استاد، بسیار خوش آمدید. و علیک السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. البته یک اصلاحیه خدمت شما عرض بکنم، چهارشنبه شب نیست امشب. بله. آره، در سبق لسانه بود. بله. خدمت شما هستیم. بله، بفرمایید. بسیار خوش آمدید. سلامت باشید. دوباره شما را در این جایگاه، در این استودیو برنامه به وقت بیداری و موضوع بسیار جذاب. توفیق برای بنده که خدمت شما رسیدیم. بسیار خوشحال هستیم. حقوق خانواده از منظر امام سجاد علیه السلام. بحث ما به اینجا رسید که آمدیم به بحث عفو و گذشت، عفو و بخشش در خانواده، که یکی از راهکارهای بسیار مناسب هست برای عبور از بسیاری از مشکلاتی که در احسن. خانواده وجود داره بین زوجین، حتی زوجین، پدر و مادر و فرزندان. احسن. و ظاهرا بحث ما ناتمام ماند با توجه به وقت برنامه قبل. دوست داریم که بحث کامل بفرمایید انشالله. مواردی را هم انشالله از در این برنامه ما سوالاتی داریم، عزیزان سوالاتی پرسیدن که این را از شما خواهیم پرسید. در خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. این بحث همونطوری که فرمودین یکی از مهارت‌های زندگیه که بسیاری از کارشناسان مذهبی با توجه به متون وحیانی که ما داریم مثل قرآن کریم و روایات اهل بیت عصمت و طهارت تأکید بر این داره، با توجه به اینکه ما انسان‌ها همه ما کامل نیستیم بلکه سراپا نقصیم، غیر معصومیم، امکان داره خطا و اشتباه از ما سر بزنه، مخصوصا در محیط خانه. لذا این عفو و بخشش جای خودش رو باز میکنه با عنوان یکی از مهمترین مهارت‌های زندگی. بعضی از کارشناسان غربی رو هم دیدم من در مقالاتی که منتشر کردن، اینا هم توصیه هایی دارن در همین زمینه و مسئله بخشش رو یکی از مهمترین مهارت های زندگی خانوادگی میدونه، مثل آقای استیون جیمز داکسن، آقای هستش که متخصص روابط فردیه که یک فرد با یک فرد دیگر چگونه رفتار بکند تا بتواند یک زندگی موفقی داشته باشه. تحت عنوان تخصصش این بود که این آقا بعد آمده بود در رابطه با همین مهارت‌های زندگی صحبت کرده بود. ایشون هم همین حرف رو دارن که اگر کسی این مهارت رو در خودش ایجاد نکرده که بتواند از لغزش‌های دیگران بگذرد، مخصوصا از خطا و اشتباه و عرض کنم لغزشی که همسر این فرد داره، شریک زندگیش داره، اگر این ویژگی رو در خودش ایجاد نکرد و این توانمندی رو، اصلا سراغ ازدواج نرود. عجب. یک عمر ایشون میگه انسان، یک عمر انسان مجرد زندگی بکند بهتر است از این که با کلباری از خودخواهی و غرور و حس انتقام جویی و کینه توزی وارد یک زندگی مشترک بشه. مهارت بسیار مهم است. خیلی مهمه. اگر انسان این مهارت رو نداشته باشه، حتی اگر بقیه مهارت های زندگی رو بلد باشه، باز کار به جایی نمیبره. لذا در قرآن کریم هم روی اهمیت این جریان بسیار تاکید شده. عفو و بخشش در قرآن کریم هستش که خداوند متعال به پیامبر این چنین میفرماید که یسالونک ماذا ينفقون، از تو میپرسن که چی چیز انفاق کنی. در جواب این مردم بگو که انفاق لزوماً پول نیست، مال نیست. قول العفو، عفو و بخشش رو انفاق کنید. داریم خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید اگر میخواین من خدا شما رو ببخشم و غرق در این اقیانوس رحمت الهی بشوید، خب یک ذره ای از این رحمت رو شما هم داشته باشین. فاعفو واصفحو،
ببخشید و از یاد برید خطا اشتباهات و کوتاهی های دیگران رو. الان تحبون ان یغفر الله لکم، آیا دوست ندارین که خدا شما رو ببخشه؟ خب این خیلی فارسی و واضحه، یعنی اگه میخوای خدا از گناهان شما بگذرد، شما از گناهان دیگران بگذرید، از لغزش های دیگران، مخصوصا در محیط خانه. تاکید میکنیم که هنگامی که خیلی بر انسان سخته، حالا یک اشتباهی خانواده و خانم یا آقا مرتکب شده، خب یک اشتباهی، مثلا فرض کنید در یک مهمانی دعوت بوده، خانم میخواسته بره فلان مهمانی، آقا میگفته باشه میایم با هم بریم، ولی خب متاسفانه آقا یک کار بیرون پیش آمده براش، نتونسته بیا سر وقت. بعد خانم از این جریان از اون مهمانی عقب مونده و کلی هم مورد حرف و حدیث دور اطرافیان قرار گرفته و طبیعی هم هست، اینجوری هم هست متاسفانه. یک فرهنگ بدی که بین ما هست همیه که اگر یک کسی در یک مجلس نتونست حاضر بشه، هزار تا تحلیل برای اون میبافند که دیدی این آقا به خاطری که حالا یک کم پول دار شده نیامد، یا آقا به خاطری که سر دشمنی با فلانی داشت نیامد، یا آقا به خاطری که مغرور بود نیامد. بابا خب ببین، شاید ماشینش خراب شده، شاید گرفتاری پیش اومده، شاید نتونسته واقعا بیاد، کسالتی داره، احسن کسالتی داشته. حالا این خانم سرخورده هم شده به خاطر حرف و حدیثی که براش بوده، حالا این خانم و این آقاش اون مجلس هم تمام شده. اگر این خانم زرنگ باشه میگه خیلی خوب اون مجلس که تمام شد رفت، من و این شوهر حتیقا به تعبیر ما، اگه ما با این جار و جنجال رو ادامه بدیم، اختلاف رو ادامه بدیم، این به نفع ما یا به ضرر ما؟ اینجا خب بیاد ببخشه در گذرد. این توصیه دینه که اگر اینجا براش سخت بود این حرف بنده که از این خطا و اشتباهی مردش بگذره، یادش بیاره که خودش هم خیلی وقتا خطا و اشتباه داشته. در زندگی مشترک اصلا امکان نداره که همیشه اشتباه و خطا مال مرد باشه، یا همیشه خطا و اشتباه و گرفتاری درست کردن از طرف زن باشه، این متقابله، از طرف هر دوتا هست. لذا در مرحله عفو بخشش باید انسان در نظر داشته باشه، حالا یک وقت این مرد یک حرف درشت به این خانم گفته، این خانم ناراحت کرده، بعد وقتی میخوای ببخشه 10 روز میخوای قهر کنه و جنگیشو به تعبیر ما قهر کنه، خب میگن نه، اینجا دین میگه خب ببین تو هم یک وقت یک حرفی زشتی به او گفتی، یا یک حرف درشتی ناپسند بهش گفتی، یادت بیاد چجوری او گذشت کرد. مثلا اگر حتی اون گذشت نکرده بود، تنبیهت کرده بود، باید قهر کرده بود، تو بیا این کار رو نکن، تو بیا ادفع بلتیه احسن، با خوبی در محیط خانه انسان اون بدی هایی که گاهی پیش میاد که در واقع طبیعی است و خیلی هم مهم نیست انسان بگذره. این یک نکته است در رابطه با عفو بخشش. استاد ما متوجه شدیم که چقدر عفو بخشش و گذشت یکی از ابزارها و مهارت‌های لازم برای زندگی پرفراز و نشیب همه ماها هست در زندگی خانوادگی ما. حرف اسلام و کارشناسان مذهبی در این مورد آیا طوری هست که ما همه مشکلات زندگیمون رو با عفو بخشش رد کنیم، بگذرانیم، و یا مواردی هم داره که عفو بخشش واقعا در اون موارد کارایی نداره؟ درست. خب چه جواب میفرمید؟ خدمتتون عرض کنم که ببینید مشکلاتی که پیش میاد همه اینا در یک سطح نیست، خطای یا لغزشی که صورت گرفته در بین این خانواده، همه این خطاها و لغزش ها در یک سطح نیست. بله. ما که میگیم عفو بخشش در همون مواردیه که اسلام توصیه کرده که انسان ببخشد و عفو کنه، در همون مواردیه که در اونجا کینه گرفتن بسیار زشته و قبیحه و آثار منفی زیادی داره، در مقابل بخشش آثار مثبت زیادی داره. گاهی وقت هم البته هست که لغزش و خطایی که توسط یکی از اعضای خانواده اتفاق افتاده اگر مورد عفو و بخشش قرار بگیرد، دقیقا مثل اینه که سر یک زخم عمیق رو بدونین که ما به فکر تداویش باشیم، یک پارچه بستیم و عبور کردیم رفتیم، مثلا نگاه نکردیم که این دستی که حالا زخم شده و حرکت نداره شکسته از داخل، این زخم عفونت کرده، این نیاز به دارو داره، نیاز به علاج داره یا نداره. اشتباهی. گاهی وقت ممکنه مثلا لغزشی که پیش آمده، فرض کنید خدای نکرده خیانت یک از اعضای خانواده باشه، یعنی زن رفته خیانت کرده به این مرد، مثلا میگم خدای نکرده در امور جنسی خیانت کرده، عفاف و حیا رو از دست داده، خب اینجا ما نمیتونیم بگیم که آقا شما همینجور برو عفو بخشش کن. و در همین زمینه مسائل زیادی هم اتفاقا پیش میاد، مثلا در همین مشاوره هایی که ما گاهی وقت طرف رو مشاوره میدیم،
میگن آقا مثلا من متوجه شدم که خانومم یک رمزی برای گوشی خودش گذاشته، دوست ندارم من به گوشی خانومم دست بزنم. بعدی سبب بدبینی شده برای این آقا، بعد کنجکاو شده، بعدن هم رفته دیده که بله واقعا یک کسی با این خانوم داره صحبت میکنه، یا بالعکس از او برم هست. آقا مثلا فرض کنید که مورد سوی زن خانوم واقع شده، بعدن هم معلوم شده که با کسی ارتباط داره. کمتر از یک دقیقه. بله، آیا در اینجا هم توصیه دین و کارشناسان دینی اینه که ما ببینیم وقتی دیدیم خدای نکرده یک تلفنی، یک شماره در این تلفن خانواده و خانم به وجود آمده، پیوسته زنگ میزنه؟ بله، بله. آیا اینجا ببخشیم یا نه، بپرسیم که این کیه مثلا، که رفع سوی تفاهم شود؟ اگر فهمیدیم که ارتباط نامشروعی داره، آیا این مردی که متوجه شده همسرش ارتباط نامشروع دارد یا خیال میکنه ارتباط نامشروع دارد، چیکار باید میکنه؟ بله، بله. استاد ادامه راه حل و بله. پیشنهادات حضرت علی رو در بخش خدمت سلامت بشید. با شما عزیزان همچنان هستیم، توصیه میکنیم که تا آخر برنامه امشب همراه ما باشید. استاد فرمایشات بسیار مهم و کاربردی دارن در مورد حل مشکلات زناشویی. دستگلی از احترام و ارادت تقدیم یکایک شما همراهان بسیار محترم، همچنان با به وقت بیداری همراه هستید. قبل از اینکه به محضر استاد عزیز برگردیم و ادامه فرمایشات بسیار مهم ایشان در مورد بعضی از مشکلاتی که متاسفانه وجود دارد در برخی از خانواده ها بشنویم، پل ارتباطی برنامه را خدمت شما اعلام میکنم. نمبر مثبت 964 780-255-4013 در اختیار شما هست. سوالات خودتان در مورد موضوع برنامه که حتما سوالاتی دارید و دوست دارید که در برنامه مطرح شود، با ما به اشتراک بگذارید. تشکر میکنیم از همکاران ارجمند به خاطر این میان برنامه بسیار زیبا، حدیثی بسیار زیبا از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که بسیار هم مرتبط بود با موضوع برنامه امشب. جناب استاد موسوی عزیز، قبل از اینکه شما ادامه فرمایشاتتان داشته باشین، یکی از مشکلاتی که در زندگی های امروزی متاسفانه برخی از خانواده ها مخصوصا جوانترها گرفتار شدن، بحث فضای مجازی هست. درست. مثالی هم که زدید در مورد خانواده ای که بالاخره گوشی همراه خانومش شاید رمزی داشته، آقا نداشته این رمز و سوی زنی پیش آمده، متاسفانه بعد از مدتی که از زندگی های مشترک میگذره، بعضی از زوجین متوجه میشن که همسرشان متاسفانه گرفتار بعضی از نقاط منفی فضای مجازی شدن. بعضی از کانال ها، بعضی از صفحات مجازی دوست. که در شأن یک انسان حتی نیست که دنبال کننده باشن این تصاویر و این بالاخره پیج ها رو دنبال کنن. اینجا چی میفرمید استاد؟ چه راه حلی داریم و آیا این عفو بخشش در اینجا هم کارایی داره یا خیر؟ احسنتم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال بسیار به جایی است. این در تکمیله هم عرض جلسه قبل که عرض کردیم. ببینید، اگر مرد یا زن متوجه شد که همسرش در فضای مجازی در یک کانال حضور داره که اونجا مسائل ضد اخلاق داره نشر داده میشه، اولین برخوردش اینه که طرف رو قشنگ بشینه توجیه کنه. بله. ازش بپرسه که این صاحبای کانال و این شبکه ها، این ماهواره هایی که این فیلم ها رو تهیه میکنن، آیا از شما دستمزد گرفته؟ نه. آیا اینها هزینه ای ندارن؟ قطعا دارن. میلیون ها هزینه دارن. میلیون ها پول هزینه میشه تا این برنامه ها رو درست میکنن. از این آقا بپرسه یا از این خانم که آدم عاقل، اینا وقتی این همه هزینه متحمل میشه چرا رایگان در اختیار تو قرار میده؟
چرا همین کشورهایی که این فیلم های مبتذل، تصاویر مبتذل رو تولید میکنن، چرا فرمول های فیزیک، ریاضی، شیمی رو نمیاد برای جوانان ما مفت و رایگان در اختیارش قرار بده؟ پس معلوم میشه از این تولیدات کالاهای ضد ارزشی و اخلاقی اینا هدفی دارن. هدف اینها چیه؟ فروپاشی نظام خانواده است که امروز ما نشستیم در حد توان و تکلیفی که به عهده داریم همین رو مانع شیم که نگذاریم نظام خانواده ها اصلا بپاشه. سعی ما و همه عزیزانی که دستن در کار این برنامه ها هستن اینه که ما بیاییم مهارت هایی رو ذکر بکنیم که بتوانیم از این منجلا به آخر الزمان تا حدود جان سالم به در ببریم. قطعا در فضای مجازی اگر کسی ورود پیدا بکنه نسبت به مسائل جنسی غرق میشه. بله. و عرض کردیم ما در جلسات قبل که از لحاظ علمی هم ثابت شده که غریزه جنسی سیری ناپذیره. از قبیل تشنگی و آب نیست که وقتی آب خوردی تشنگی رفع میشه، از قبیل آتش و هیزومه که هر چقدر شما هیزوم بیشتر داخل آتش بندازید شعله‌ورتر میشه، خاموش نمیشه. لذا این نکته اول. بله. که باید برای اون طرفی که دچار این جور فیلم ها، عکس ها و کانال ها شده توجیه عقلی و علمی کرد، توضیح داد که این کاری که تو میکنی هم برای جسمتو ضرر دارد، هم برای دینتو ضرر داره، هم برای خانواده ضرر داره. اگر دیدیم اینا تأثیری نداشت، آیا در اینجا ما ببخشیم دیگه بگذاریم همون روند رو ادامه بده؟ میفرماید نه، باید ببینید در چه سطحیه. اگر همون اوائلیه که گرفتار شده با همین صحبت ها و گفتار درمانی خوب میشه، با اینه که آدم بگه اینا لحاظ شرعی حرامه. چرا دین مقدس اسلام حتی نگاه مرد رو، نگاه جنسی مرد رو میگه باید منحصر باشه به زن خودت؟ به خاطر این که وقتی توی فضای مجازی میاد با اون فتوشاپ و نمیدونم خدمتتون عرض کنم رنگ و لعابی که برای این اجسام ایجاد میکند و یک درصد اون رو می طرف در زن خودش بنده خدا نمیبینه، معلوم میشه که نسبت به خانواده خودی دلسرد میشه. بله. مخصوصا من به بانوان عزیز این عرض رو داشته باشم که اگر کوتاهی در این زمینه از طرف خود خانوما هم باشه، به این معنا که اون حس زیبایی دوستی این مرد را، زیبایی خواهیش به تعبیر ما، ارضا نکنه، یعنی به خودش نرسه، آرایش نداشته باشه، لباس مناسب نداشته باشه، که ما در ادامه اینا رو میرسیم ان شاء الله میگیم عرض میکنیم، اگر خدای نکرده زن خانه کوتاهی بکنه. گاه وقت یکی از دوستان ما مثال میزد، میگفت این خانم با همون شلواری که میره آشپزی میکنه، با همون شلواری که میره دام و اگر گوسفند و از کنم اسب و خر و گاو داره جمع میکنه، با همون میشه میخواد بخوابه. خب معلومه این مرد میره توی صفحه مجازی و عرض کنم خدمت فضای مجازی خودش رو سرگرم میکنه با اون چیزی که حس زیبایی خواهی رو ارضا میکنه و با نگاه خودش. بله، اینو باید توجه داشته باشیم که ما کم نگذاریم. اصلا پیامبر اسلام فرمود، از این برم هستا، فرمود که زنان در بنی اسرائیل در قدیم منحرف شده بود، خیانت میکرد به شوهراشون، بعدا اینا رفتن وقتی ریشه یابی کردن، آسیب شناسی کردن، دیدن این به خاطر اینه که مردانشون به خودشون نمیرسید. جالبه، به خاطر اینه که مردان به خودش نمیرسید زنان بی حیا شده بود. از این طرف هم هست. لذا ما نباید این مسئله رو از یک جهت ببینیم. اگر دیدیم یک مردی دچار این لغزش شده، باید تمام زمینه ها رو در نظر بگیریم، زمینه های این گناه رو. آیا این زن کوتاهی کرده یا کوتاهی نکرده؟ این مرد تربیت اخلاقش چی بوده؟ چقدر این مسئله پیشرفت کرده؟ مسئله عفو بخشش اینجاها معنی نداره. پسر جوانی بنده خدای نکرده متوجه میشم که با گوشیش مثلا میره زیر لحاف خودش، زیر پتوی خودش اکثر توی فضا میچرخه. خب ما اینجا بگیم ولش کن، ما دیگه قبلا خوانده بودیم که آقا تغافل بکنیم. این تغافل اینجا معنی نداره. قبلا خواندیم که ما عفو بخشش داشته باشیم. اینجا باید ریشه یابی کرد. اگه زن نداره خب بره زنش بده. یکی از وظایف پدر و مادر همین جریانه که بهش دقت کنه. ما مخالفیم با ازدواج دانشجویی به تعبیر استاد تفسیر قرآن های استاد قرائتی. ما میگیم که ازدواج قبل از اینکه دانشگاه بره، ما موافقیم با ازدواج دبیرستانی، یعنی هم سن 17 ساله وقتی بچه بالغ شده باید بره ازدواج کنه. من. حالا در مورد سوال شما باشه، من حاشیه عرضم زیاد شد، این که آیا در این مسائل ما چه کار باید بکنیم؟ مرحله آخرش اینه دیگه، اگر دیدیم با گفتار درمانی هم درست نمیشه، با وعظ و خطابه و با اطلاع رسانی های ماها درست نمیشه، باید به پزشک مراجعه کنیم. این نگران نباشید، قابل حل، به دکتر مراجعه بکنه، قرص بهش میده که نسبت به این وضعیتی که الان مثلا پیش آورده در خانواده انشالله یک مقداری کنترل بشه. این یک مسئله بود که
در پاسخ به شما عرض کردیم در اون ادامه عرض بنده همین بود که پس بنابراین گاه و خطا و اشتباه و لغزش طوریه که اگر ما چشم پوشی بکنیم زیربنای زندگی مشترک میزنه، چه حالا از طرف مرد باشه چه از طرف زن باشه. مرد و زن باید زرنگ باشه، زندگی که دارن دور هم یک خانواده تشکیل داده نگذره اصلا بپاشه. حالا یک وقت ممکنه مرد یک انسان هرزه‌ای باشه مثلا و مکرر بره خیانت بکنه با دروغگویی ها، با بی‌اعتمادی هایی که در زندگی ایجاد میکنه، زیرا به این زندگی و آرامش زندگی رو بزنه. زن باید زرنگ باشه، در همون بد و امور اوائل امر باید جلوش بگیره. باید بره آقا جان ما با شما زندگی با این شرایط رو قبول کردیم که هر دو تای ما به کمال برسیم، به آرامش برسیم. اگه قرار بشه زیرا برفتن به تعبیر ما با دروغ و با دغل بخوای زندگی کنی من نیستم. خیلی قاطع باش صحبت کن. اگر دید بله واقعا هیچ وشی اثر نداره، باز اون وقت با یک مشاور مذهبی صحبت بکنه. نه اینی که اسمش خودش حالا بره فرض کنه سری درخواست طلاق بده. با مشاور مذهبی صحبت کنه، اونی که با سواد تجربه داره اون میتونه مشکل حل کنه ان شاء الله. بله. بسیار تشکر. سلام علیکم. استاد ذکر یک نکته اینجا خالی از لطف نیست که موضوع برنامه حقوق خانواده از منظر امام سجاد علیه السلام هست. شاید بیننده در همین جلسه امروز با ما همراه شده باشه و به خودش این فکر بکنه که پس رساله حقوق حضرت امام سجاد علیه السلام کجای این برنامه جا داره؟ بله. اتفاقا این برنامه کاملا بر اساس همین رساله حقوق سیر بحث همونه. بله سیر بحث هست. مداراتها مدارا بکند با اهل عیال، عفو بخشش داشته باشه، همینجا بله. تطبیق میشه. و با دلسوزی جناب استاد موسوی عزیز این بحث قرار هست رای حل هایی را پیشنهاد بده برای بهبود روابط زن شوهر در خانه بشانده. و سوال استاد این هست که حالا ما کمتر دو دقیقه با توجه به تایم برنامه در این بخش وقت داریم، یعنی که چی کار کنیم که همسر ایدئالی باشیم در خانه احسن. تا این مشکلاتی که تا حال رو برش صحبت کردیم کمی هم مزاق ما تلخ شد و بله. شاید بعضی از عزیزان هم خورده بگیرن بر ما، ولی واجب هست و ضروری هست در زندگی. این رو انشالله از شما خواهیم شنید. بله. یک دقیقه فرصت داریم از فرمایشات شما استفاده بکنیم. بزرگوارت، خب ما عرض کردیم که برای ایدئال بودن یعنی برای دلپذیر بودن برای طرف مقابل انسان باید اون زمختی های خودش رو، اون نارسایی ها، ناهنجاری های خودش کنار بگذاره. بله. خب این چجوری حاصل میشه؟ با یاد گرفتن همین مهارت های زندگی که ما تا حالا مثلا گفتیم آقا باید مسئولیت پذیری رو یاد بگیریم در زندگی مشترک. باید ما یاد بگیریم که در زندگی مشترک اگر خدای نکرده در حوزه مسئولیت خودمون کوتاهی کردیم از طرف مقابلمون اصلاحی کنیم و جبران کنیم. باید یاد بگیریم که اگر کوتاهی شد عفو و بخشش داشته باشیم. مهارت دیگری که در اینجا کارشناسان مذهبی گفتن که بیشتر در بخش بعدی ان شاء الله توضیح خواهیم داد، مهارت حل مسئله، حل مشکل. و طرحش اینه که یعنی کلی بحث این است که ما در زندگی هامون چه بخوایم چه نخوایم یک سلسله مشکلاتی داریم، همه ای افراد. چرا؟ به خاطر که ما در این عالم طبیعت زندگی میکنیم و در این عالم طبیعت مشکل داشتن یک چیزی طبیعی است. ما در بهشت نیستیم به تعبیر دیگر. بله. ما اگر در بهشت برین بودیم بله اونجا هیچ مشکلی برای ما وجود نداشت. اینجا ما در این دنیا سراپا با مشکلات، با کمبودها، نقصها و گرفتاریها داریم زندگی میکنیم. بله. مشکلاتی که به وجود میاد چگونه ما حل کنیم؟ حل مسئله در زندگی مشترک به عنوان یک قانون و مهارت زندگی چگونه است؟ این انشاءالله خدمت عزیزان در بخش بعد توضیح خواهیم داد. انشاءالله. بسیار تشکر. سلام علیکم. انشاءالله که در فراز و نشیب های زندگی هامان خداوند همواره یار و یاورمان باشه. با شما هستیم همچنان. Oh,
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز هم حدیثی بسیار زیبا و نورانی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم با بالاخره همکاری بسیار زیبای عزیزان ما در اتاق فرمان دیدیم شنیدیم، انشالله که مورد استفاده همه عزیزان واقع شود. من فکر میکنم که فضای مجازی علارغم مطالبی که در این برنامه مطرح شد نکات مثبتی هم دارد. سرچ کردن موضوع برنامه های تلویزیون جهانی هادی و مخصوصا برنامه به وقت بیداری در یک شنبه شبها با موضوع حقوق خانواده از منظر امام سجاد علیه السلام میتوانه راهگشای برخی از مشکلات ما در کانون خانواده باشه. شما میتوانید از طریق آپارات، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب بعد از اتمام برنامه در فضای مجازی به این برنامه دسترسی پیدا کنید و حتما بارها و بارها خودتان و همراهان عزیزتان ببینید و استفاده بفرمایید. در خدمت شما هستیم جناب استاد موسوی عزیز و ادامه فرمایش شد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که به دنبال فرمایش شما چیکار کنیم که یک همسر ایدئال تری باشیم و مورد قبول تر، باید یک سلسله مهارت ها رو واقعا بهش توجه کنیم و یاد بگیریم. نمیگیم که گذشتگان ما این مهارت ها رو نداشتن، اونا هم داشتن، اما با زحمت های فراوان، با عمر گذاشتن، با تجربه های پیاپی اینا رو با تجربه و به سختی به دست آوردن. یکی از اون مهارت هایی که ما رو تبدیل میکنه به همسر ایدئال و مورد پسندتر به تعبیر ما، مسئله ایست که به عنوان یکی از مهمترین مهارت های زندگی کارشناسان مذهبی مطرح کردن، با اون حل مسئله و حل مشکل در زندگی مشترکه. اولین نکتهش اینه که ما باید بپذیریم که در زندگی های همه ماها و همه مردم و دیگران و دیگران و همه مشکلاتی خواهی و نخواهی هست. پس به صرف این که یک مشکلی در زندگی ما به وجود آمد سریع نشینیم اونجا دیگه هست کنم آیه یأس خواندن و افسرده شدن و عرض کنم که آماده شدن برای رفتن از این دنیا. نه، باید رفت ببینیم که اسبابی که این مشکل رو ایجاد کرده چیه. گاه وقتی مشکلی که در زندگی ما پیش میاد علتها، اسباب و موجبات اختیاری داره، گاه وقت هم غیر اختیاریه. مثلا فرض کنید خدایی نکرده یک زوج جوانی بچه به دنیا آوردن که بچه ناقص الخلقه یا معلوله، خود اینا هم تقصیر در این جریان نداشتن، ازدواج فامیلی بود یا هر چیزی که بوده، یه بچه الان معلول به دنیا آمده. خب الان چیکار باید بکنه؟ مثلا این یک مشکل و مسئله است در زندگی اینها. آیا باید تمام خوشی های این زوج جوان رو این مسئله تحت تاثیر قرار بده؟ غیر از این یک تصادف پیش آمد، خدایی نکرده یک از اینا نقص عضو پیدا کرد، باید تا آخر عمر بعد بنشیند و عرض کنم خدمتتون که لباس عزا بر تن کند؟ اینجوریه. توصیه دین بر اینه که نه، فصبر ان الله مع الصابرین، صبر کن، خدا با صابرانه. یکی از اساتید ما میفرمود یه آقایی بود خیلی آدم فعال بود، بعد میگه قطع نخاع شد در یک جریانی، میگه من رفتم برای دیدنش، دیدم که خیلی روحیه خودش رو از دست داده، گریه میکرد. گفتم آقای فلانی تو که اینقدر گریه میکنی بگو ببینم تو شغل قبلا چی بود؟ گفت من شغلم خب نویسندگی بود. خب من گفتم بهش که آقا شما درسته که از کمر قطع نخوا شدی، دستی که میتونه حرکت بدی؟ گفت بله. خب گفتم که فکرم که میتونی بکنی؟ گفت بله. خب گفتم الان میتونی نویسندگی کنی؟ گفت راست میگی. خب تو گفتم از کارت نیفتادی که، چرا اینجور افتادی؟ توی خانه انداخته خودت رو، بلند شو. یک مقدار باهاش صحبت کردیم و بعد دیدم یک کتاب ازش چاپ شد و فلان اینا، خیلی از من تشکر کرد که با آمدن ایشون مثلا در منزل ما من روحیه گرفتم و بلند شدم و این اثر بدیع رو مثلا خلق کردم. گاهی وقت فراموش میکنیم. نه، اون غم و غصه ای که سراغ انسان بر اساس به خاطر اون مشکل میاد آدم رو بیانگیزه میکنه. اینجاست که میگه به عیادت مریض برین که زود خوب میشه، یک از فوایدش همیه. ببینید اینو ما میخوایم بگیم که گاهی وقت یک سلسله مشکلاتی در زندگی وجود دارد که از دسترس ما حل این مشکل خارجه، ما نمیتونیم حل کنیم. تمام روانشناسان میگه وقتی یک مشکل پیش میاد شما قدرت حل اون مشکل رو نداری، باش کنار بیا، با اون مشکل خودت رو وفق بده. دیدین بعضی ها دست نداره ولی با اون پاهش تمام کارهای خانه و زندگیش انجام میده.
وای ما دو تا دست داریم، پا هم داریم، فکرم داریم، تمام اعضای بدن ما سالمه، و اندازه او گاه وقت انگیزه برای زندگی نداریم، ناامیدی در زندگی برای ما پیش میاد. خیلی اشتباهه. گاه وقت هم اسباب و علل مشکلاتی در زندگی به وجود میاد اختیاری ماه، یعنی به واسطه ما ایجاد میشه. مثلا یکی از مشکلاتی که در زندگی ها به وجود میاد این وضعیتیه که مرد یک آقای رفیق بازیه، بیشتر از اونی که بیش از اونی که به همسرش توجه بکنه به رفقاش توجه میکنه، بیش از اون ساعاتی که در خانه بیاد آرامش بگیره با رفقاش بیرون در نمیدونم در رستوران و نمیدونم استخر و نمیدونم کجا و کجا آرامش میگیره، و بعد این سبب شده که در زندگیش مشکل ایجاد شود، گفتگو و مشاجره و دعوا پیش بیاد. خب چه کار کنیم اینجا؟ میگه هیچ، کشف اتم که نیست. این مرد باید با یک مشاور مذهبی صحبت کند تا راهنماییش کنه که آقا جان وقتی شما زندگی مشترک رو آمدی با یک قرارداد مقدس که عقد ازدواج هست شروع کردی، این یک سلسله مسئولیت هایی برای تو میاره. بله. از جملهش اینه که تو باید به تمام روحیات این زن توجه داشته باشی. یا زن مثلا گاهی وقت هم اینجوریه، مرد حالا خسته و مانده از سر کار آمده، میبینه که خانومش خانه نیست، نهایتا حالا یک چایی هم گذاشته برایش، غذای هم بابایی مرد اگه فقط چایی و غذا میخواست بیرون خانه هم بود، توی رستوران هم زیاده. بله. یه حضور خود زن میخواد توی خانه. چرا اسلام گفته که زن بدون اجازه مردش بیرون نره؟ به خاطر اینکه واقعا برای یک مرد بدترین حالت اینه که از بیرون بیاد ببینه خانمش خانه نیست، بهش هم نگفته باشه کجا میره. خیلی بده. زن باید این مهارت داشته باشه. خب نروه، کجا هستی؟ حالا بهش زنگ میزنه مثلا گوشی رو برمی‌داره، کجایی؟ میگه من فلان جا یک ذکر مصیبتی بود، روزه بود، اونجا رفت. 4 دقیقه بعد. مثلا میگم این مصداقا رو میخوام بگم. کجایی؟ من مثلا رفتم فلان جا عروسی بوده. خدا راضی از این عروسی رفتن. کجایی؟ ما رفتیم فلان جا مهمانی بوده، شما که من غذاتی گذاشتم. ببینید گاهی اشکالی نداره، ولی گاهی وقت میبینیم در برخی از موارد که زن اصلا پای بیرون رفتن از خانهش خیلی از ماندن داخل خانهش فعالتره. این رو در دین ما توصیه نکردن، گفتن نه این مشکلاتی که اینجوریه توسط خود زن حل میشه. من یک مشکل دیگرم بگم که یک مثال دیگری که خیلی واقعا وحشتناکه، من خودم یادم میاد شاید حدود 15 سال پیش یا حدود 20 سال پیش یک خانم نامه نوشته بود، خانم جوانی که ازدواج کرد با یک مردی، که آقا من یک عمر خودم رو پاک نگه داشتم، همیشه چادری بودم در مدرسه و غیر مدرسه، همه جا یک دختر عفیف و پاک، با این مرد ازدواج کردیم، این مرد رفیق بازه، رفقای خودش رو میاره داخل خانه و بعدم به منم دستور میده که بدون حجاب پیشینا بیام، چادر سرم نکنم، ولی یک روسری معمولی، حالا موهاتم میگه دیده شد اشکال نداره. خب ببینید این مشکل پیدا شده بود تو زندگی این خانواده، داشت از همدیگر طلاق میگیریم. چرا؟ به خاطری که مرد یک آدم بی‌غیرتی بود، یک آدم بود که لاوبالی این زن مقدس و پاکدامن رو داشت وادار به گناه میکرد با این وضعیت. ببینید این گاه وقت اینجوری مشکلاته. برای اینجور مشکلاتی که توسط خود اعضای خانواده ایجاد میشه، راه حلش همینه که باید ببینن از چه راهی، از کجا به این مشکل گرفتار شده، برن عرض کنن، آسیب شناسی کنن، خودشان اگر از دست خودشان هم بر نیامد با یک مشاور مذهبی صحبت بکنه و حل کنه. بله. گاهی وقت هم هستش که در همین مسئله که ما داریم بحث میکنیم، یعنی مهارت حل مسئله و مشکل، نظر ما با نظر طرف مقابل ما، مثلا خانم ما، متفاوته. بله. 2 دقیقه بودن وقت. او یک راه حل رو پیشنهاد میکنه، من مثلا یک راه حل دیگری در ذهنم هست. خب اینجا چی میگن؟ اینجا دین میگه که باید نگاه کنی که حق با چی کسیه. یعنی اینطوری نیست که ما برای حل مسئله و مشکل همیشه پافشاری کنیم روی همون نظر خودمون. اصلا باید ببینیم که من اینجا باید کوتاه بیام یا نیام. این از قبل باید قشنگ فکر کنیم. آیا پافشاری بر همین نظر خودم مثلا مصلحت داره و تأثیر گذاره و مشکل حل میکند؟ یا نه گاهی وقتم ایجاب میکنه، گاهی وقتم اینجوری بهتر در میاد، اینطوری بهتر در میاد که ما به نظر همسرمون توجه کنیم. هیچ اشکالی نداره. اون حرف مزخرفی که گفتن آقا شما با زنان مشورت کنید، هر وقت یک حرف گفت شما برخلاف او رفتار کنید، این خطایی بیش نیست. بله. یک دروغیه که نسبت دادن به اولیا و بزرگان دین. هیچ وقتم قضیه وجود نداره که به ما گفته باشه شما هر وقت خواستین حق پیدا کنید، ببینید زنان
کدوم طرف نظر میده؟ هر طرف که زنها نظر داد این دروغه، نگفته دین برای ما که برو تو خلافش بگیر، اینجوری نیست. پیامبر اسلام پیغمبره، خدا میگه و شاور هم فی الامر، با مردم و اصحاب که اینا از لحاظ علمی به هزار مرتبه است و پایینتره، با اینا مشورت کن. ولیکن فیضا عزمت فتوکل علی الله، وقتی خودت به یک نتیجه رسیدی به همون نتیجه که رسیدی عمل کن. در خانه هم همینجوریه. حالا این مهارت حل مسئله رو داشتیم میگفتیم، این مسئله مطرح شد که اگر نظر اعضای خانواده مخصوصا همسر، چه حالا مرد چه زن، با نظر من مخالف بود، ای بسا که او درست فهمیده باشه. گاه وقت در یک مسئله است مشکلی به وجود آمده، مسئله به وجود آمده، زن اظهار نظری کرده، باید ببینیم که اون نظرش اگر موافق با حق هست و بهتر مثلا مشکل حل میکنه و مشکل به وجود نمیاد، همون انسان بپسنده و قبول بکنه. بسیار تشکر. من فکر میکنم که همراهان هم با من همعقیده باشن که فرمایشات حضرت عالی در برنامه امشب ملموس، دمی دستی و بسیار مفید بود. انشاءالله که خدا خیرتون بده، شما رو در برنامه بعد هم زیارتتان کنیم. انشاءالله که این بحث ها و این فرمایشات حضرت عالی بر پایه رساله حقوق امام سجاد علیه السلام موجبات رفع و دفع بعضی از مشکلاتی که در خانواده وجود داره انشاءالله فراهم بکنه. شما رو انشاءالله در برنامه بعد زیارت خواهیم کرد. سلامت باشین. بسیار تشکر میکنیم از شما همراهان بسیار محترم، همراهان نازنین که تا این لحظه برنامه خودتان دنبال کردین. شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم و لحظه شماری می کنیم که برنامه بعد فرا برسه و به شما سلام عرض کنیم. یا حق، تا دیدار بعد.